توی موسیقی کلاسیک من موسیقیدان نیستم، نظر موسیقیایی نمیدم، ولی وقتی موسیقی کلاسیک رو گوش میکنم و احساس میکنم که این موسیقی حسی رو، صحنه ای رو، جایی رو تداعی میکنه، این فکر برام شکل گرفته. تمام قطعات اصلی موسیقی کلاسیک راجع به داستانی هست. این داستان ها شامل تراژدی هایی هستند، بحران هایی هستند. نقطه آغازم موسیقی کلاسیک بود. بعد فکر کردم بشر چه رابطه ای با بحران داره، چجوری بحران رو تجربه میکنه، چه بحرانی که خودش داره، چه وقتی راجع به بحران فکر میکنه، کار میکنه، خلاقیت به خرج میده. نمیدونم تا چه حد درسته، خواستم با شما در میون بذارم بخش عمده ای از انرژی ما صرف جلوگیری از بروز بحران میشه، بخش قابل ملاحظه ای از انرژیمون صرف حل بحران میشه. من معتقدم در شرایط زندگی کنونی جامعه جایی هست که باید بحران رو به وجود آورد. ایجاد کردن بحران به معنی مجموعه نیروهای پنهان کنشگر در یه روندی. اجازه میده این مجموعه نیروهای کنشگر پنهان در یه نوردی خودشون رو بروز بدن، خصلت هاشون رو بروز بدن و مشخص شه این نیروها در این روند چه تأثیری دارن، چی کار میخوان بکنن، چقدر سازندن، چقدر تخریبین. ما اگر درکمون این باشه که همواره نیرومون صرف این بشه که از بروز بحران جلوگیری کنیم، خیلی وقتها مماشات ها، مماشات مختلف و از وقتا مماشات های بدی رو باید تحمل کنیم که حقیقت درون ما رو بهش صدمه میزنه. در صورت که اگر شهامت این داشته باشیم که در بحرانی شرکت کنیم یا بحرانی رو ایجاد کنیم که در اون نیروهایی که مشارکت در روندی دارن به این نتیجه برسن که بهتر خصلت خودشون رو بروز بدن، اون وقت متوجه میشیم کجا ایستادیم، با کی نزدیکیم، از کی دوریم، و اون نیروهایی که با ما همراه هستن راحتتر برای خودشون تعیین تکلیف میکنن. تعیین تکلیف این که اگر بازی قرار برملا بشه بازیمون چیه. مرسی.